آیا دکتر، قبل از شروع برنامه میخواستم خواهش کنم که هیچگاه به مشکلات لبخند نزنید. اینا بیشورن، فکر میکنن باهاشون حال میکنین، بیشتر آویزیتون میشن تا گریتون رو در بیارن. فقط با علم و حلم همیشگیتون به سوالاتی که من میپرسم جواب بدید. باشه، من مشکلات رو از سیرات ور میدارم تا مجبور نشی این اسب از روشون بپری. ناکس با این شروع کردن برنامه. شما همیشه تو ذهنی میزنی یا تو کتفی؟ همینه که مجریگری برنامه استراتژیکی تو نظام جزو مشاغل خطرناک دستبندی میشه. برو سر سوالات تا خطرناکتر نشده برای. بله بله. این چه وضعشه تو مجلس؟ یه روز سخنرانی میکنن این آخره زمان شاه، یه روز سیدی پخش میکنن، بیرون مجلس هم یه حرفای در مورد مقام عظما زده میشه که اگه میش بشنوم میره پیشواز گرگ. این چه زهرماری بود که ما رو به این روز انداخای حالا دیگه بعد زهرمار سختتر از خود زهرماره. عظما میگه من تا نقطه تایید با تون اومدم، اما بعدش وای میسم رو تونه. نه چی؟ اونا هم میگن عربای عمه. حرف دهن تو بفهم، خجالت بکش. نه خیر، عمه عظما منظورمه. به همین میگم حرف دهن تو بفهم، خجالت بکش دیگه. میگن ارواح فلانی زهر اتمی که خوردی اینا هم پشتشه. های دکتر، شما قول دادیم که جنگ فروکش کنه، ولی هر روز داره بیشتر میشه. بدبختی بار نیاکو، من نمیفهم تو چت شده. من یه چیزی گفتم برای بسیجی ها، تو باورت شد؟ عظما ماشینش تو تونل گیر کرده با چراغ خاموش و فرمون بریده و باقی بندوبستات داغون. حالا میگی چرا جنگ فروکش نمیکنه؟ آیه دکتر چه خبره؟ تو عراق تظاهرات میشه، مقام عظما ترس و لرز داره، خبره یمن عظما رو رو به قبله میکنه، تو سوریه دیگه بدتر. مگه عراق یه کشور دیگه نیست؟ خب چی میشه توی کشور دیگه یه دزدی رو بگیرن محاکمه کنن؟ بینندگان عزیز ملاحظه میکنین؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ ترین مجری عالم افتاده به ما. آخه ناسلامتی تو این 20 سالی که مجری بودی سری یه کلمه یاد نگرفتی تو. آره دکتر، تو نرو دیگه، همین یه مجری گیرت میاد همچین میزنی تو سر مجری، انگار لری کینگ التماس میکرده که بیری تو برنامهش. دکتر من و تو در و تختیم که به هم جوریم، از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز. نه خیر، کبوتر با کبوتر چیپس با ماست. روشن شو یا در یک فرصت مناسب که امنیت جونی داشتم ناغافل بزنم روشنت کنم. ماست بخوری که به من میگی چیپس؟ اینو فران داشته باش تا برای پیشگیری باشه، برای اون چیزایی که تو ذهن داری میگیره. ولی بالاخره های دکتر، جواب سوال چی میشه؟ چرا پرونده‌های کشورهای همجوار اینقدر مقام عظما رو میلرزونه؟ چرا نداره که، عقلت کجا رفته؟ کشورهای دیگه و همجوار کجا بود؟ عمق استراتیجیکی همینا دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن به طرف گفتم بابات چطوری مرد؟ گفت ماشین از رو انگشتش رد شد. گفت آخه این که باعث مردن نمیشه. گفت آخه موقع که ماشین رد شد انگشتش تو گوشش بود. روشن شد یا همچین بذارم که بری زیر ماشین این وسط. اوضاع تو عراق خیلی سه شده، اسم هر کی رو میارن که میخوان به حساب فسادش برسن دل مقام عظما هر میریزه پایین. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن با حضور، عرض میکردم بله، میفهمودن که معلمه به شاگرده گفت بی اینجا بینم، شاگرده گفت غلط کردم، معلمه گفت بگه چه کار کردی، شاگرده گفت والا بستگی داره به اینکه شما کدومشو فهمیده باشین. آقای دکتر، برگردیم به توافقی که کوفت مقام عظما شد. خودمونیم این حرفای مقام عظما که آی با آمریکا فلان میکنیم و میزنیم و میگیریم و میبندیم و اینا به معنی اینه که میخواد توافقو به هم بزنه؟ نه دیگه، زهر ما رو که با اون بدبختی و فلک زدگی ننداخته بالا که بعد یه ما بد بزنه زیرش، که داره یه چیز دیگر رو این وسط میپوشونه که باید عقل داشته باشی و بفهمی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفهمودن که طرف رفت تعمیرگاه، گو آقا این ماشین ما فرمونش خیلی بدجور صدا میده، چه کار کنم با این صدای فرمون؟ طرف گفت هیچی، صدای ضبط تو زیاد کن. الان هم عظما صدای ضبط رو بلند کرده که قیش قیش فرمون رو بپوشونه. آیه دکتر، با این تصویری که از اوضاع ارائه دادین دیگه عمرن اگه بگم خدا رو شکرت واسه این زندگی، چون میترسم اون ناراحت بشه فکر کنه دارم تیکه میندازم. برگردیم به وضعیت مقام عظما با یک مقدمه زیبا که خودم روش کار کردم. کوچیک که بودم خیلی دوست داشتم موقع درس خوندن رو کتاب خوابم ببره، بابا و مامان بیان منو با تحسین به همدیگه نشون بدن.
ولی همیشه کنار قابلمه غذا خوابم میبرد. قاشقم تو دهنم. اونا با یه پسی گردنی برق از سرم میپروندن و میگفتن تو هیچی نمیشی. این پیشینه جانگداز باعث شده که مقام عظما رو خوب درک کنم. حسش میکنم آقای دکتر. این رو خودم جلو جلو گفتم که تو پایان برنامه از شما خواهش کنم دعواهای زشت همیشگی رو کنار بگذاریم و دعواهای زشت جدید را بندازیم، نوآوری داشته باشیم. آفرین، یه چیز نو در مورد اوضاع منطقه عظما میگم. دیگه از شاخ و شونه های عظما خبری نیست. تا دیروز منمن میکرد، الان به زور منمن میکنه. بدبخت فرق زده بیچاره. مگه مقام عظما گاوه که شاخ داشته باشه؟ همه دیدن اینجا تو برنامه که کلمه گاو از زبون خودت در اومد. ولی شاخش اول از زبون شما زده. تا از سر تا پای گاو فقط بند کردی به شاخش. مگه چیز دیگه ای براش مونده آی دکتر؟ مگه چیز براش باقی براش باقی نداشتم؟ تو براش باقی نداشتی؟ تو همه از اول بیچاره، از اول برنامه. اگه اهل غصه نیستی، ای شاد